با درود به هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین و دختران و پسران جوان و کوشنده به جان که در سراسر کشور برای رسیدن به آزادی، دموکراسی، رعایت انسانیت و داشتن ایران آباد و آزاد و مستقل تلاش میکنند. هممیهنان عزیزم، این هفته در برنامه ایران سازان در تلویزیون ایران فردا که یکی از صداهای آزاد و مستقل در مقابل دیکتاتوری ولایت فقیه است، برنامه رو پیش خواهیم برد با توجه به چهار موضوع. یکی ادامه مبارزات تمام دهقانان مختلف در منطقه خراسان و دهستانهای دیگر ورزنه و شرق اصفهان که مبارزه دامنه‌دار اونها از اسفند ماه شروع شده و کماکان در چارچوب یک مقاومت مدنی داره ادامه پیدا میکنه. نگاهی خواهیم داشت پس از اون به ادامه اعتصابات و مبارزات کارگران نفت، پتروشیمی و گاز در اسکله های اصلویه، پارس جنوبی و همچنین کنگان، چرا که حلقه ها و تشکل های سازمانیافته کارگری به خوبی این مبارزات رو دارن پیش میبرن و نگذاشتن که آتش این دادخواهی خاموش شود. همچنین نگاهی خواهیم داشت به فرایند ادامه مبارزات مردم خوزستان در شهر اهواز، به خصوص عربهای خوزستان که بقیه مردم منطقه هم اعم از ترک و بختیاری و لور و فارسایی که اونجا شاغل هستن و با خانواده هاشون زندگی میکنن اعلام حمایت کردند از عربهای خوزستان و اهمیت زیادی دارد این همبستگی ملی در بین همه زحمتکشان و کارگران و مردم محروم منطقه خوزستان. و پس از اون اگر که به فرصتمون برسد نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه راهکاری رو خردمندان و علاقمندان به آینده ایران و نجات از سیستم ولایت فقیه در پیش گرفتن در چارچوب این که شورای هماهنگی رهبری این انقلاب ملی رو بتونیم سر و سامان بدهیم و با حضور و نظر همه نمایندگان راستین مردم ایران این پروژه رو اجرایی بکنیم که از پراکندگی این تظاهرات ها و این همه هزینه های اعتصاب و اعتراض هایی که داریم کاسته بشه و یک شکل گسترده در تمام کشور این اعتراضات ساماندهی بشن تا هر چه زودتر بتونیم این رژیم رو ساقط کنیم و نظام دموکراتیک خودمون رو برقرار کنیم. در پی همین گفتگوهایی که با هم دیگه داریم اول سری میزنیم به اصفهان ببینیم اونجا چه خبر هست. کماکان کشاورزان ورزنه و به اصطلاح خراسان در شرق اصفهان تا نجف آباد، دهات مختلف و دهستانهای مختلف وارد این مبارزه دامنه‌دار برای حق آبشون شدن که بدون آب نه کشاورزی میتونن کنن و نه به زندگیشون میتونن ادامه بدن. علاوه بر منطقه خراسان و ورزنه، دهستانهای شاهپور هم وارد این مبارزه به شکل مستقیم شدن از همین امروز صبح و در تمام تظاهرات هایی که هم در اصفهان برگزار شد و هم جدیداً در خود دهستان شاهپور میبینیم که همه مردم ده، زن و مرد، پیر و جوان، به خصوص جوانان روستاها به تمام این میدان مبارزه پیوستن، چرا که اونها هم در کنار پدران و مادرانشون در کار کشاورزی و احقاق حقوقشون حضور پیدا میکنن، چرا آینده و زندگی و نونشون از راه همین کشاورزی و این آب به دست میاد.
به هر حال این دادخواهی حقابه داره تمام منطقه اصفهان رو در بر میگیره. البته خبرهای ما داشتیم که بجز دهستان شاپور و خوراسگان و زنه و بقیه روستاها و شهرهای مثل اژه در شرق اصفهان که وارد این مبارزه شدن، هزینه دادن، دستگیر شده، ازشون کتک خوردن، سر کشاورز رو چکوندن، تونستن تمام منطقه اصفهان رو به نوعی تحت تاثیر خودشون قرار بدن و این حضور در مثلا منطقه دهستان شاپور که امروز دیگه به سطح بالای خودش رسید در مقابل حمله نیروهای حکومتی با آتش زدن لاستیک ها در مناطق مختلف دهستان و حضور جمعیشون که دود زیادی از اونم برخاست و تمام روستاهای اطراف رو جلب کرد که اونها هم همشون بیان به این به سر شاپور، پیوند خوردن با مبارزه مردم خراسگان که اونها هم تظاهراتشون رو شروع کردن و در چهارراه مسجد علی خراسگان تظاهرات رو به راه انداختن همین امروز و نیروهای دیگه هم به اونها دارن میپیوندن. جالب این که همدردی و همراهی همه مردم شهر اصفهان رو هم به تدریج این مقاومت یک ماه برانگیخته. علاوه بر این موضوع، موضوع کارگران کشاورزی و کشاورزان بخش جازموریان هم بود همین هفته که در جازموریان، کار بزرگی که از جازموریان رفت به شهرهای دیگه میره، بسته شد توسط ده ها و صد ها کامیون و تریلری که گوجه های فرنگی که با این زحمت اینا کاشتن و عمل آوردن و میفرستادن برای میدون بار که رقم پیشنهاد بار زیر کیلوی 200 تومن رسید که دیگه به هیچ وجه صرف نمیکنه، در حالی که ما میدونیم گوجه فرنگی از قیمت حداقل 1000 تومن تا 5000 تومن در بازارهای مختلف شهرهای بزرگ قیمت خورده. این ما به تفاوت کیلوی 200 تومنی که کشاورز میگیره با اون مای 5000 تومان کیلویی، ببخشید 5000 تومان کیلویی، حتی 1000 تومان تو جیب کیا داره میره که اینطور کشاورزان جازموریان رو وادار به اعتراض و بستن اتوبان اصلی شهر کرد. خب علاوه بر این مسائل، چون قضیه کشاورزان کاملا به قضیه آب گره میخوره، دوستان ما که در رابطه با همین پروژه‌های کشاورزی و اعتراضات کشاورزان از طرف سندیکاهای کارگری و عیاران معیشت دارن فعالیت میکنن، چندین عکس جالبی فرستادن، همه رو با هم دیگه ست کردن، از دریاچه ارومیه، رود کارون، زاینده رود، دریاچه هامون، دریاچه بختگان و دریاچه جازموریان و همچنین گاوخونی که همه اینها متاسفانه خشک شدن و دارن تبدیل میشن به مرکز انتشار نمک‌های سمی و آلوده که با طوفان‌ها بر سر مردم فقیر می‌ریزد. به هر حال پیوند بین آب و زندگی شوخی بردار نیست و همین دلیل به نظر می‌رسه که این مبارزه و این تظاهرات‌ها دامنه‌دارتر بشه و بیشتر ادامه پیدا بکنه. همچنین یک اخبار دیگه‌ای داریم از منطقه کارگری اصلویه. در اصلویه که یک منطقه خوب بسیار صنعتی و یکی از مراکز و قطبای اقتصاد نفت، گاز و پتروشیمی هست، کماکان اعتصاب کارگران اسکله های 19 تا 24 و همچنین ادامه اعتراضات مختلف کارگران خلیج فارس، پالایشگاه خلیج فارس و ستاره خلیج ادامه داشته، چرا که 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه بعضی جاها و بعضی جاها حدود 3 ماه به علاوه عیدی و پاداش حقوق کارگران رو نپرداختن. کارگران اصلویه و فارس جنوبی، همچنین کارگران به اصطلاح کنگان، گاز کنگان هم به این اعتراضات پیوستن و با روش‌های مختلف دارن اعتراضات خودشون رو نشون میدن. در حالی که حق و حقوق کارگران رو نمیدن، آب کشاورزان نمیدن و در مقابل دست به سرکوب اونها میزنن که از حق و حقوقشون در مقابل کاری که کردن دفاع نکنن،
ما فیشای حقوقی داریم که بیش از 800 میلیون تومان پاداش خدمت، حقوق ماهیانه برای برخی از افرادی که در بانک مرکزی و مدیران بانک‌های مختلف بودند صادر شده تا این پول‌ها رو بگیرند و از کشور با زن و بچه‌هاشون جیم شن، چرا که خبر دارن حکومت در حال افتادن هست و از سرنوشت آینده خودشون با این پولایی که دارن فرار میکنن. از چند سال پیش این فرار مدیران در کنار غارت از زحمتکشان و مردم و مال باختگان که پول نقدشون رو در این صندوق ها گذاشتن و بیشتر از 20,000 میلیارد تومان تا به حال رقم‌های شناخته شده اونها هم غارت شده، به علاوه خب صندوق‌های مثل ذخیره فرهنگیان، صندوق‌های ارزی و اینکه با بالا بردن قیمت دلار تا 6,200 تومان که الان هم یه دلار نمی‌فروشن به مردم، عملاً ریال‌های مردم بی‌ارزش شد و خود حکومتیان همه‌شون از چند سال پیش همه پول‌ها رو به دلار تبدیل کردن، به همین دلیل هم تقاضا برای دلار بالا رفت، در نتیجه ارزش هم که کم هست با این تحریم‌هایی که هست روی سپاه و بیت رهبری که نیروهای سرکوب و حمله و موشک سازی و به اصطلاح دخالت در امور دیگر کشورها رو ادامه میدن، چون دودش تو چشم مردم عادی میره. این رقم‌های حقوق‌های کهکشانی هر روز داره بالاتر میره، کما که شخص نجفی هم که جدیداً شهردار شده از طرف شورای شهر حکومتی هم یک اعترافاتی به رقم‌های وحشتناک پولایی که دوران قالیباف اینها از توی شهرداری کشیدن بیرون برای خودشون و خرج انتخابات کردن و یا به جیب زدن هم داده شده که باعث شده به نجفی بگن تو استعفا بده. جالبی که نجفی با اینکه تمام اسناد این غارت چند صد میلیونی رو در یک پرونده فقط در شهرداری داره، حتی وقتی در شورای شهر گزارش میکنه اسم اون غارتگران اصلی و اسم اون معاونین شهردار، خود شهردار، کسایی که همه زندگی تو دستشون هست رو به اصطلاح به مردم نمیگوید و حاضر است کنار برود اما حقایق رو به مردم ندهد. بگذاریم، ناگفته نمانه در این جرانی و بدبختی که به سر مردم آوردن، خود حکومتی که دلار رو حکومتیان به این قیمت 6,200 تومان رسوندن و یه دلارش هم به دست مردم عادی نمیدن، در یه مانور حساب شده یه دفعه قیمت دلار دولتی رو که دولتی مثلا باشد و باید در اختیار همه قرار بگیرد از 3,750 تومان قیمتش رو رسوندن به 4,200 تومان. به این میگن کلک ملاخوری که پول مردم رو اینطوری بخورن و ارزش دستمزد و رنج زحمتکشان، معلمان، کارگران، کارمندان دون پایه و همه کسایی که تهمانده حقوقی میگیرند رو هم به این ترتیب حدود 20% دوباره کاهش بدن. یعنی چانه زنی های برای افزایش حقوقی که رسیده بوده مثلا 1,100,000 تومان با این وضع گرونی که خود سندیکاهای کارگری مستقل و زیر فشار اعلام کرده بودن، حداقل بایستی در ماه یه خانواده 4-5 نفره 5 میلیون تومان حقوق در ماه داشته باشه، اونو تازه با 1,100,000 تومان پوشوندن. 1,100,000 تومان هم با این سرعت 20% قیمت و ارزش ریال کم کردن. عملا این ارزش ریال هست که از بین میره و معنیش این است که ارزش نیروی کاری که برای تولید این ریال داره به اصطلاح مصرف میشه به این میره و این یک خیانت وحشتناک است بر علیه مردم ایران و زحمتکشان ایران. این داستان ادامه دارد تا روزی که حکومت ولایت فقیه بر ایران وجود داشته باشد و ما مردم چاره نهایی رو نکنیم. این بازی، این حکومت ادامه خواهد داشت اینطوری که اینها بازی رو چیندن، یعنی اینکه این دلار رو شاید تا 10,000 تومان هم بخوان قیمتش رو بالا ببرن و از گرده مردم ایران کار مفت رو بکشن با تومانی که دیگه هیچ ارزشی برای مبادله نداره. و دیدیم در تلگرام چه بسیار از همیهنانی که به اصطلاح این اکشن یا کنش سوزاندن اسکناس‌های بی ارزش 1,000 تومانی و 500 تومانی رو شروع کردن و ده ها فیلم و ویدیو هم در این رابطه توی تلگرام منتشر کردن.
علاوه بر این اعتراض‌ها، اعتراض کارگران راه آهن دامغان رو داشتیم که حقوقشون رو از سال 96 ندادن، ایدی و پاداششون رو ندادن. اونها هم به اصطلاح جلوی حرکت قطار رو در راه آهن دامغان، ایستگاه دامغان گرفتن و راه آهن رو بستن. همچنین کارگرانی که در رابطه با به اصطلاح بخش مسکن برای شرکت کیسون کار کردن در تهران، در شهرک اندیشه، در اهواز، در مترو، همه اینها هم در وضعیت وحشتناک زیر خط فقر. گزارش هایی داریم که این شرکت کیسون که به مدیران خودش بالای مای 50 میلیون تومان، 70 میلیون تومان، 100 میلیون تومان مزد میدهد، که یکی از مدیرانش هم خانم فرانک هست، خواهر آقای فرخ نگهدار، گفته که دلیلی نداره که ما مسکن ارزون به مردم بدیم و دلیلی هم نداره که حقوق کارگر رو به موقع بدهیم. و در کمال قلدری حقوق کارمندها و کارگرها رو متاسفانه بیش از یک سال، یک سال و نیم گاه، بعد از 9 ماه عقب انداختن. و این به اصطلاح کارگر و کارمندی هم که سندیکا نداره، اتحادیه نداره، مجبوره که این شرایط رو تحمل کنه. و واقعا چطوری اینا زندگی میکنن، دست دست میکنن با یه خورده‌ای که بهشون میدن، چه میدونم اسمش باشه که یه جای کار دارن تو این بیکاری که مملکت رو گرفته، نمیتونن اعتراضشون رو علنی کنن. و برها گزارشاش به ما میرسه که مدیران این شرکت هم از 50 میلیون تومان به بالا حقوق و پاداش میگیرن، در صورتی که کارگر و کارمند همین شرکت هم در اهواز، در تهران، در شهرک اندیشه، در جای مختلف حتی حقوق ماهیانه 1 میلیون تومانیش رو یک سال عقب انداختن. به هر حال این فاجعه است که همه کشور رو در بر گرفته. دامنه فاجعه به ارتش کشیده شده، به هوا نیروز کشیده شده. همین هفته مالباختگان تعاونی مسکن هوا نیروز تبریز هم در اعتراض به خارت اموالشان در برابر لشکر 21 همزه آذربایجان آمدند و تظاهرات را انداختند. سایت و تلگرام صدای ارتش که بخشی از صدای ناراضیان ارتش و ارتشیانی که در سطوح پایین هستند و جز مفخوران نیستند، دستهاشون پاک است، به خون و ثروت مردم ایران آلوده نشده و میتونن دستهای پاکشون رو به همه نشون بدن، متاسفانه خالی است. پولی برای اجاره خونه، قسط خونه و تحصیل فرزندانشون، به خصوص در دانشگاه آزاد که پول گزافی هم میگیره، ندارن. به همین دلیل تجمع مال باختگان تعاونی مسکن هوا نیروز هم یکی از اون نوک قله‌های یخی اعتراضات در ارتش است که در هفته گذشته در اعتراض به غارت اموالشان در برابر لشکر 21 همزه آذربایجان به میدان آمدند و تبریز هم درگیر شهرهای پر اعتراض شده است. به همین ترتیب متاسفانه این ستمکاری ها ادامه داره. یک نامه ای هم حفاظت فیزیکی وزارت کار و رفاه ضد اجتماعی این وزارت خونه درباره داوود رفیعی، نماینده اخراجی کارگران پاسخودرو، نوشتن که ایشون رو به درون وزارت خونه راه ندن، که نامه های ایشون رو قبول نکنن، چرا که ایشون در برابر وزارت کار با فرزندش ایستاد و تابلوی رو به دست گرفت که روی اون تابلو نوشته بود که به اصطلاح ما وزارت کار جمهوری اسلامی و این وضعیت رو نمیخواهیم، چرا که زندگی ما برباد رفته است. همچنین گزارش مهمی است، نزدیک به 70 روز اعتصاب قضای زندانی سیاسی گلرخ ایرایی یا گلرخ ابراهیمی ایرایی که 69 روز در اعتصاب قضاست، جان او در خطر هست و بسیاری برای او از جون خود من امضا جمع کردیم که آزاد باید بشود و از این شرایط سخت نجات پیدا کند. اما کو گوش شنوا، بجز با انقلاب تغییر به اصطلاح اساسی در کشور به نظر نمی رسه که هیچ کدوم از این مشکلات
راه حل خودش رو پیدا بکنه. به هر حال ما میبینیم این شرایط سخت در تمام جاهای کشور داره گسترده تر میشه و به همین ترتیب اعتراضات هم داره گسترده تر میشه. در ادامه اعتراضاتی که ما داشتیم در رابطه با یورش نیروهای انتظامی با ماشین آپاش به تجمع اعتراضی کشاورزان شهر زمان، تعدادی از این عزیزان دچار آسیب و صدمه جسمی شدند ولی کماکان اعتراض رو ادامه میدن. حکومت نظامی ادامه خواهد داشت و سرکوب مردم، از اون طرف هم مقاومت مردم و ایستادگی و گسترده تر شدن مبارزات علاوه بر کارگران شاغل در عسلویه و کنگان که اعتراضات زیادی رو داشتن، تجمعات دامنه‌دار متقاضیان کار در عسلویه و کنگان، همچنین پارس جنوبی هم دامنه‌دار تعهد شده و این بیکاران که خیلیشون هم لیسانس به بالا هستن و مدارک خوبی هم گرفتن، برای اشتغال در حال اعتراض هستند در جلوی اداره کار منطقه ویژه پارس جنوبی و کنگان و عسلویه. این مبارزه بیکاران بخشی از مبارزه کارگران هست که خود به خود این مبارزه رو تکمیل میکنه. علاوه بر این مبارزات در بخش نفت، یک گزارش هم داریم از پالایشگاه ایلام که اونجا هم روز اعتصاب متوالی و تجمع کارگران پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به اخراج همکارانشان و برای بازگشت به کار اونها صورت دادن. کارگران پالایشگاه گاز ایلام هم از سال گذشته چندین اعتراض و تجمع و حضور داشتند برای احقاق حقوقشون، دریافت حقوق عقب افتاده و گرفتن به اصطلاح داش ایدی و حقوقهای معوضه و اینکه قراردادهای کارشون بایستی رسمی بشه. یه گزارش مهم دیگه هم داریم از اینکه در ببخشید مردم عرب خوزستان که در اعتراض به نادیده گرفتن اونها به عنوان بخشی از اقوام ایرانی اعتراضات رو شروع کردن و این اعتراضات بهانه‌ای بود از فقر مطلقی که حکومت در استان ثروتمند خوزستان آفریده، استانی که با داشتن منابع نفت، گاز و حتی فلزات مختلف، کارخانه‌های پتروشیمی، آب رود کارون که باید یه روزی تمام ایران رو استان خوزستان غذاشو میداد، تبدیل کردن به یک منطقه فقیری که حتی بعد از 30-40 سال بازسازی مناطق جنگی اصلا صورت نگرفته، کماکان در محلات زیادی در خرمشهر، آبادان، اهواز و شهرهای کوچکتر، دهلوران، مهران، آثار جنگ و گرفتاری‌هاش کماکان باقی مونده و حالا این اعتراضای شبانه و روزانه مردم اهواز که منجر به دستگیری بیش از 500 نفر از هممیهنان خوزستانی ما شده، به خصوص عرب‌های اهواز که فقیر و بیکار هستند و زمین‌های اونها رو هم سپاه به زور از چنگشون در اطراف اهواز داره در میاره، همونطور که زمین‌های نیشکر هفت‌تپه خوزستان و شهر شوش رو داره از چنگشون در میاره. و این اعتراضات برای همه این مسائل است، نه فقط اینکه به اصطلاح آدمک‌های زن و مرد اهوازی عرب خوزستان رو در نقشه جمهوری ایران در برنامه صدای جمهوری سیمای جمهوری اسلامی قرار ندادند که بهانه این اعتراضات شده است، موضوع اساسی ریزگردها هست، بیکاری هست و از اون بدتر به اصطلاح توهینی است که به ملت دارن روا میکنن. امید داریم که همه ایرانیان در یک همبستگی بزرگ به حمایت از مردم عرب خوزستان بیان، چرا که جدیداً حکومت چند جوان اهوازی رو هم که دستگیر کردن سپاهی‌ها و حفاظت اطلاعاتی‌ها، اونها رو شکنجه کردن و بعد کشتن و جسدهای اونها رو بیرون شهر انداختن که موجب ترس و وحشت جوانان و معترضین اهوازی بشود. امید که با همبستگی جواب اونها رو بدهیم. بله، 2 دقیقه به پایان برنامه است. ترجیح میدم یک راهکاری رو که از سوی خردمندان داره منتشر میشه، ایران دوستانی که از نظریات مختلف، احزاب مختلف، گروه های مختلف اما معتقده به براندازی کامل جمهوری اسلامی و
و استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی ایران با در نظر گرفتن برابری کامل حقوقی همه اقوام و مردم ایرانی که در کنار هم 10,000 سال این کشور رو ساختن و حفظش کردن. شورای هماهنگی رهبری انقلاب یا انقلاب ملی اون افق فکری است که ماها در این چارچوبی که از 20 آوریل هم کنفرانسی در همین رابطه برگزار خواهد شد توسط دوستان اتحادیه و اتحاد برای در ایران و کنفرانس مدیریت کشور بعد از گذار از جمهوری اسلامی که بایستی طرح‌ها و برنامه‌های دوران براندازی، دوران گذار و دوران مدیریت دموکراتیک انسانگرای بعد از اون رو با کمک و همفکری همه ایرانیان دلسوز، احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها، نهادهای مدنی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک هستند در هم گره بزنه و بتونه تمام شوراهای مختلف، افکار متفاوت و نظریاتی که ممکن است در فرم یک حکومت هم با هم تفاوت داشته باشند ولی در محتوای دموکراتیک و انسانگرای اون با هم دیگه هیچ مشکلی نخواهند داشت رو در اندازن. این پروژه مدت هاست که شروع شده، بسیاری از ایرانیان وطن دوست دلسوز با هم دیگه دست اتحاد و همکاری دادن و در کنفرانس های مختلف در فضای مجازی در تلگرام که همین شورای هماهنگی و کارگاه انقلاب، کارگاه دموکراسی در بدنه اجتماع بیش از 30,000 نفر رو در حول این خواسته به هر حال متشکل کرده از طریق ابزارهای اینترنتی، در فیسبوک هایی که داره این بحث رو دامن میزنه بهش که مخته توجه همه ایرانیان دلسوز بشود، مثل فیسبوک خود من و به اصطلاح خبرگر و سایت های همسو با خبرگر مثل بالا برو بالاتر و همچنین در بحث ها و کنفرانس های مختلفی که شروع شده از جمله در شورای دموکراسی خواهان این بحث مطرح شده و حالا هم از طریق اتحاد برای دموکراسی در ایران که بسیاری از جریان های همسو که تمایل به براندازی حکومت و استقرار یک نظام دموکراتیک دارند در این پروژه همکاری خواهند کرد، به امید اون که با اتحاد و همبستگی ما بتونیم کشورمون رو نجات بدیم. اتحاد، مبارزه، پیروزی راهی است که باید ما طی بکنیم.